بر شما. خوشحالم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های روی خط همراه هستید که این بار و این امشب به موضوع مهاجرت و پناهندگی می‌پردازه. بله. مطابق با ماده 14 اعلامیه حقوق بشر، هر شخصی حق داره در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناهگاه اختیار بکنه. پس بر اساس این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کسی حق پناهندگی رو داره که البته ضامن ادعاش باید دلیل و مدارکی باشه که به همراه اون ادعا ارائه بده. دو سند بسیار مهم بین المللی وجود داره که اساس حقوق و نحوه نگهداری کسانی که پناهنده میشن رو به طور کلی تعریف کرده. یکی کنوانسیون 1951 ژنو و دیگری پروتکل 1967. در هر دوی این سندهای بین المللی به طور کلی مشخص شده که چه شخصی پناهنده نامیده میشه، چه حقوقی این پناهنده داره و روند پذیرش یا رد پناهندگی رو کاملا مشخص کرده. البته همیشه پناهنده های هستن که باور دارن روند نگهداریشون، پاسخگوییشون و جواب درخواست پناهندگیشون بر مبنای درستی نیست و به صورت عادلانه تقاضاهاشون بررسی نشده. اما در نقطه مقابل هم مسئولان امور پناهنده ها هستن که به مواردی اشاره میکنن که شخص واقعا مثلا شرایط لازم رو برای پناهنده شدن نداشته یا نداره. سوال ما از شما این امشب که اولا خود شما تعریفتون از پناهنده چیه و آیا اصلا اعتقادی به پناهنده شدن دارید؟ اگه خودتون و نزدیکانتون تجربه پناهندگی رو داشتین یا در این مورد نظری دارین روی خط بیاین و نظرتون رو با بقیه هم شیر کنید. بله، تا یه برنامه فرصتی هست تا با آقای محمد رضا حمزه‌پور مشاور حقوقی در امور مهاجرت در استودیو همراه بشیم و نظر ایشون رو هم داشته باشیم. پس قلم و کاغذ همراهتون باشه تا در صورت تمایل بتونین شماره مستقیم ارتباط با برنامه امشب رو یادداشت بفرمایین و به طور زنده و مستقیم با برنامه و میهمان اون ارتباط برقرار کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 43 76 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. اینجا بگم همیشه گفتیم که کلمات انگلیسی استفاده نکنید، گفتم شیر کنید، یعنی اینکه تقسیم کنید، به اشتراک بگذارید. اما در اینجا گزارشی داریم از آخرین آمار درخواست‌های پناهندگی در سرتاسر جهان که همین دو روز پیش از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منتشر شده. با هم ببینیم. تازه‌ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان که 28 ماه مارس منتشر شد، از کاهش تعداد متقاضیان پناهندگی در سطح جهان خبر می‌دهد. با نگاهی به این گزارش که تنها دو روز پیش بر روی وبسایت رسمی کمیساریا قرار گرفته، متوجه می‌شویم که در مجموع 358800 تقاضای پناهندگی در کل کشورهای صنعتی در سال 2010 پذیرفته شده که 5% کمتر از سال 2009 است. اکثر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شمال آسیا سال به سال شاهد کاهش درخواست پناهندگی بودند. استرالیا با 33% افزایش درخواست نسبت به سال 2009 روبرو بوده است. اما حتی استرالیا نیز همچنان در مقایسه با سال 2001 بیش از 1/3 کاهش درخواست پناهندگی داشته است. 5 کشور و مقصد مهم پناهنده پذیر به ترتیب ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، سوئد و کانادا بودند که در مجموع بیش از نیمی از درخواست‌های پناهندگی حدود 56%
مربوط به این 5 کشور می شود. ایالات متحده آمریکا با افزایشی درخواستی حدود 13% نسبت به سال 2009 روبرو بوده است. بیشتر متقاضیان پناهندگی به آمریکا از کشورهای چین و مکزیک بودند. فرانسه و آلمان به ترتیب دومین و سومین کشور با بیشترین آمار دریافت فرم درخواست اعطای پناهندگی از سوی متقاضیان در جهان هستند. اما این درخواست‌ها اکثر از سوی شهروندان کدام کشورها صورت گرفته است؟ سرب‌ها بیشترین متقاضیان درخواست پناهندگی بودند. این کشور با صعود از رده ششم در سال 2009 به رده اول در سال 2010 حدود 56% افزایش متقاضی پناهندگی را شامل می شود. بعد از سرب‌ها به ترتیب افغان‌ها، چینی‌ها و عراقی‌ها، روس‌ها و سومالیایی‌ها و ایرانیان متقاضیان پناهندگی در سال 2010 بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پی آن است تا دلایل و عوامل ریشه‌ای کاهش 5% متقاضیان پناهندگی در سال 2010 را نسبت به سال 2009 پیدا کند. سوال اینجاست که کم شدن تعداد متقاضیان پناهندگی در سال 2010 به دلیل کاهش عوامل، فشارها و دلایل پناهندگی افراد است یا به سبب اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر و پیچیده‌تر از سوی کشورهای پناهنده پذیر. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 1950 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اهدافی غیر سیاسی و بشردوستانه تشکیل شده است و دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد. وظیفه اصلی این نهاد حمایت از پناهندگان برای برخورداری از حقوق اولیه در کشور میزبان و نظارت بر عدم بازگرداندن آنها به کشورهایی که در آنجا امکان تعقیب و شکنجهشان وجود دارد است. همچنین حمایت از کشورهای پناهنده پذیر و کمک و مشاوره با آنها با هدف ایجاد روندی عادلانه و منطقی در جریان قضاوت درخواست‌های پناهندگی از دیگر وظایف اصلی این نهاد سازمان ملل متحد است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. بله، در این برنامه اجازه بدید اولین تماس تلفنی رو داشته باشیم با مریم از قبرس که خودشون پناهنده هستن. درود بر شما. شما چند ساله که پناهنده هستید مریم جان در قبرس؟ با سلام به شما خانم حمده و همچنین بینندگانتون و تشکر، الان 8 سال هست که ما در قبرس هستیم. و دلیل پناهنده شدنتون چه بوده است مریم خانم به طور مختصر؟ خب مسئله ما مسئله سیاسیه. بعد از تو سال 82 و از جریاناتی که پیش اومد ما دیگه امکان بودنمون وجود نداشت، برای همین خارج شدیم از کشور. و شما آیا شغلتون چه بود در زمانی که پناهنده شدید، یعنی در ایران بودید و مشکل براتون پیش اومد؟ من دانشجوی سال آخر بودم، همسرم هم شرکت داشتن، شرکت خودشون رو داشتن، شرکت الکترونیکی. مریم جان به من بگید که پس چرا توی 8 ساله پرونده شما به یک مسیر درستی نیافتاده و به نتیجه نرسیده؟ خب ببینید، بزرگترین مشکل ما در حال حاضر وکلایی بودن که ما باهاشون برخورد داشتیم و مترجم ها. متاسفانه توی پروسه پناهندگی بزرگترین مشکل، فکر نمی کنم فقط برای من، برای همه وکلا و مترجم ها هستن. یعنی اینکه میتونید یه ذره برای من توضیح بدید که یعنی چی؟ مثلا مترجم ها کار خودشون رو اونطور که باید شد؟ حداقل تو این کشور، چیزی که من شاهدش هستم و میتونم خیلی 95% بهتون بگم، اکثر مترجم ها همراه با دولت ایران همکاری میکنن خیلی دقیق و موقعی ترجمه سعی نمیکنن که درست ترجمه کنن، تا جایی که بتونن برعکس ترجمه میکنن. مسئله وکلا و وکلایی که اینجا دارن به هیچ عنوان کار نمی کنن و فقط به خاطر پول هستش که کار می کنن. البته خب این صحبت شماست و نظر شماست و محترم هم هستش و به هر جهت اون چیم بر مبنای تجربه خودتون شخصی خودتون دارین میگید. خانم مریم، سوالی که من از شما دارم اینه که الان شما از چه حقوقی برخوردار هستید در این 8 سال؟ آیا میتونید کار کنین؟ توی این 8 سال فقط زمان اومدن، یعنی همون بعد به ورود، بله اجازه کار رو داشتیم تا 4 سال اول، ولی خب کارهایی رو که بود، کارهای تخصصی اصولا انجامش برای پناهجو امکان نداره. یه سری کارهای خاص که بیشتر هم محدود میشه به کارهای کشاورزی هستش. و از نظر حقوق دیگه که میفرمایید، کمک دولت تا این زمان
ما هیچ کمکی از دولت اینجا نگرفتیم. و شما چطوری زندگی رو میگذرونید مریم جان؟ شما خانواده والا وقتی که میتونستیم اجازه کار داشتیم که خب همسرم کار میکرد هر جور کاری که بود و غیر از اون هم از ایران ساپورت شدیم. بله از حمایت از ایران دارید. بله اگه الان اگه فکر کنید که صدای شما را مسئولونی که با وضعیت پناهنده ها در ارتباط هستن میشنوند، درخواستتون چه هست؟ خیلی سریع که ما بریم روی گفتگوی بعدی. من درخواستم این هستش که زحمت بکشن لطف کنن حداقل به خاطر اون بهایی که ما میپردازیم کمک کنن تو این روند که بچه های ما بدونن اگر قرار هست بهایی بپردازن برای آزادی یا امثال این تفسیرها کمک کنن، حالا چه از نظر قانونی و چه از اون از نظر پروسه رسانه‌ای، چون این خیلی مهم هست و خیلی کمک میکنه به همه پناهنده ها که مسئله رسانه‌ای بشه و یا اینکه از نظر قانونی چون ما نمیدونیم کامل قوانین رو به ما بشناسونن قوانین کلی رو. بله ممنون و سپاسگزار از شما. ممنون، مرسی. ممنون از شما خانم آرامیده. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. اجازه بدید یک مصاحبه ضبط شده داریم از طریق اسکایپ که آماده هست. مصاحبمون هست با مسعود، یک پناهنده در ترکیه. از جانم بود که ایران رو ترک کردم به خاطر اینکه من رو به اتهامات واهی در مورد بازجویی قرار داده بودن و 17 روز در بازداشتگاه اطلاعات مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودم و تونستم بعد از کلی دوندگی هایی که خانواده و دوستان من انجام دادن با وثیقه ملکی به صورت موقت آزاد بشم و بعد از اون از ایران خودم رو به کشور ترکیه برسونم. الان نزدیک به 2 ساله که من در ترکیه هستم و از نظر شرایط اقتصادی و روحی در شرایط بسیار وحشتناکی به سر میبریم. اجازه کار نداریم اینجا به هیچ عنوان و از نظر روحی هم که انقدر منتظر اعلام نظر UNHCR شدیم که دیگه هیچ روح و روحیه و روانی برای ما اینجا نمونده. من ردی در مصاحبه خوردم و از نظر کمیساریای سازمان پناهندگان کیس من رد اعلام شده. دلایلی که برای ما فرستادن دلایلی بوده از قبیل اینکه شما میتونید برگردید به ایران و از دست وزارت اطلاعات شکایت کنید با اذعان به اینکه خود کمیساریای پناهندگان پذیرفته که ما بازداشت شدیم، شکنجه شدیم و اموالمون مصادره شده، ولی به راحتی گفتن که میتونید برگردید و از دست وزارت اطلاعات شکایت کنید. و به هر حال ما اینجا به صورت غریب هستیم و پلیس ترکیه که بیشترین برخورد رو با ما داره هیچ گونه برخورد از روی ادب و چیزی با ما ندارن. به هر حال ما رو به چشم افراد بیگانه و غریبه نگاه میکنن، به چشم کسانی که چون ایران رو اونها فاقد هر گونه مشکلی میدونن و برای دولت مردان ایرانی خیلی احترام و ارزش فوق‌العاده‌ای قائلن و برای ما هیچ احترامی قائل نیستن. اجازه کار رو نمیدن به ما، به ما کارت موقت اقامت رو میدن ولی برای گرفتن کارت دائمی باید هم پول خاک بدیم و هم پول خود اون کارت دائمی رو که بهش کیملیک میگن اینجا از ما میخوان میگیرن. هیچ گونه امکاناتی در رابطه با تهیه مسکن، تهیه خوراک یا هیچ شرایط بیمه پزشکی ما اینجا ازش برخوردار نیستیم و همه چی رو باید خودمون متحملش بشیم و خودمون برای خودمون تهیه بکنیم. کسی اینجا هیچ کمکی به ما نمیکنه. به غیر از مقامات رسمی چند تا از NGO هایی هستن که اینجا کمک های بسیار ناچیزی به پناهجوها میکنن ولی این کمک ها انقدر ناچیزه که اصلا فکر میکنم اگه در موردش صحبتی نشه بهتر، چون حتی گوشه ای از مشکلات پناهجوان رو هم به خودش اختصاص نمیده که بتونه مرتفع بکنه. بله آقای سعید روی خط هستن، پناهجوی دیگری. درود بر شما، صدای من رو دارید آقای سعید؟ بله درود بر شما خانم آرامیده. خواهش میکنم آقای سعید، شما علت پناهندگیتون چه بوده است؟ من با توجه به شغلم در ایران روزنامه نگار بودم و در 1 سال گذشته در حوادث بعد از انتخابات 2 بار بازداشت شدم و در نهایت در دادگاه به
5 سال حبس و 10 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده بودم که تو فاصله بعد از دادگاه بعدی به مداد تجدید نظر با وثیقه از زندان آزاد شدم. بعد وقتی از کشور خارج شدم حکم هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد و من ناچارم از کشور خارج شدم. الان چند وقت هست که از کشور خارج شدید؟ الان نزدیک بیش از 3 ماه هست، 3 ماه و نیم هست که از کشور خارج شدم و در ترکیه هستم. ترکیه هستید. در این 3 ماهی که شما در ترکیه بودید متأهل یا مجرد با خانواده هستید؟ من متأهل هستم. بله، خانواده و یک دختر کوچیک. زنده باشه دخترتون. سوالم از شما این خواهش میکنم. سوال من از شما این هست که تو این 3 ماه اخیر مصاحبه صورت گرفته است با شما؟ من روال UN در ترکیه این هست که بر اساس وقتی وارد ترکیه میشین و بعد از درخواستی که درخواست پناهندگی اولیه که میدین یک پیش مصاحبه رو انجام میدن، اونجا بر اساس کیسی که هر کس درخواست پناهندگیش رو میده، سیاسی، روزنامه‌نگار، اقلیت مذهبی، موضوعات اجتماعی یا موضوعات فرهنگی، بر اساس اون زمان مصاحبه اولیه رو تعیین میکنن که معمولا برای کیسای سیاسی و روزنامه‌نگارها و کسانی که با خانواده هستن یا دختران مجرد زمان خیلی کمتری در نظر میگیرن که من 20 روز دیگه وقت مصاحبم هست و من تقریبا وقت 3 ماه و نیم 4 ماه داره بودن. یه سوالی از شما دارم. الان شما 20 روز دیگه وقت مصاحبتون هست. توی این 3 ماه حالا تا 20 روز آینده چه امکاناتی رو به شما دادن به عنوان یک پناهنده؟ دولت ترکیه خودش هیچ امکاناتی که نمیده، هیچ پول خاک هم به عنوان یک برای اینکه بتونن به شما کارت اقامت بدن که بتونید کار بکنید باید پول خاکی رو پرداخت بکنید. خود دولت ترکیه هیچ تعهدی نداره نسبت به پناهجوها، در قوانینش اینجوری است. اما هستن سازمان ها و NGO های مختلفی که اینجا مثل مؤسسات مؤسسه آسام یا NGO های دیگه تو تمام شهرهایی که پناهجو هستن یه شعبه رو دارن، اونها کمک هایی رو میکنن به پناهجویانی که نیاز داشته باشن که اونم یک پروسه خیلی طولانی رو داره و کمک ها به قدری ناچیز هست که خیلی از دوستان نمیرن دنبال این کمک ها. بله، ببینید شما خبرنگار هستید، همکار خود ما بودید و هستید و الان حکم 5 سال زندان دارید، 10 سال نمیتونستید کار کنید اگر در ایران بودید. اینها همه خب دلیل داره، یعنی شما با دلیل و منطق آمدید بیرون و قاعدتا مدارک اون رو هم دارید در تمام سالهایی که کار کردید. شما فکر میکنید که اون شرایطی که شما مصاحبه میشین و درش قرار دارید، آیا اگر مقایسه بکنیم با شرایط کسانی که نمیتونن ادعای خودشون رو به خوبی شما ثابت بکنن چجوری، آیا تفاوتی داره یا نه هر دوی شما به یه شکل دیده میشین و به یه شکل باهاتون رفتار میشه؟ طبیعی هست که خیلی تفاوت اساسی داره. کسانی که میان اینجا درخواست، من تا اونجا که میدونم توی ترکیه، حالا آماری که شنیدم رسمی نیست، نزدیک 5000 نفر ایرانی هستن که درخواست پناهندگی دادن. حالا شاید امیدوارم که اکثر اینها واقعا درست است، بر اساس فشارها و شرایطی که توی ایران بودن مجبور شدن علیرغم میل باطنشون از کشور خارج بشن. اما متاسفانه هستن کسانی که به امید یک زندگی بهتر از این شرایط و از این امکاناتی که حالا سازمان ملل میتونه به کمک بکنه به پناهنده ها، متاسفم که بگم سوء استفاده میکنن و با کیس هایی که شاید واقعیت نداشته باشه، شاید به دنبال اثباتش از درش راه های غیر اخلاقی مثل دروغ و چیزهای دیگه هستن میان درخواست میدن، طبیعتا فرق میکنه. منی که تمام احکام موجود هست، زندان بودم و تمام اینها رو میتونم اثبات بکنم، روند کاریم در حد اکثر 1 سال 1 سال و نیم انجام میشه و این کشور رو ترک میکنم. اما کسایی که نتونم اثبات بکنم که مرده زیادی هم اینجا بوده، سالهای سال اینجا موندگار میشن. ممنون و سپاسگزار از شما آقای سعید به خاطر حضورتون. امیدوارم که مصاحبه خوبی هم داشته باشید. اجازه بدید در اینجا یک زنگ تنفسی داشته باشیم و بعد هم همراه بشیم با مهمان برنامه آقای محمد رضا حمزه‌پور. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عربسات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاسات 3
105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. اجازه بدید همراه با شما درود بفرستم با آقای محمد رضا حمزه‌پور، مشاور حقوقی در امور مهاجرت. خوش اومدید آقای حمزه‌پور به برنامه ما. آقای حمزه‌پور، خیلی سریع من میخوام از این گزارشی که دو روز پیش بر روی سایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درج شده است، منتشر شده است، از شما بپرسم که نشون میده که آمریکا مقام اول رو داره در ارتباط با آمار دریافت درخواست پناهندگی. چی شده؟ آمریکا خیلی انگار خوب، خیلی راحت داره پناهندگی میده. این نشانه چی هست آقای حمزه‌پور؟ با درود به هممیهنان عزیزم در داخل ایران و دیگر اقصی نقاط جهان، قبل از هر چیز سال نو رو تبریک میگم به هممیهنان عزیز. در پاسخ سوال مرحمتی شما باید عرض بکنم که آمریکا همیشه به قول معروف در کار در امور اداره مهاجرت، چون خودش کشوری بوده که به صورت یک مهاجرت خیلی وسیع از در زمان گذشته وارد این مملکت شده، خودش این مملکت رو با روی افراد مهاجر به اصطلاح پذیرا شده، در این صورت روی این افکار داره همینطور مهمان پذیری خودشو داره به اصطلاح استقبال میکنه از این کار. من در این مورد شک ندارم که در این امر اگر میخواد به اصطلاح مقدم باشه و جلوی دیگر کشورهای اروپایی و دیگر بعضی از کشورهای همسایه اروپا قدم اول رو برداره، من هیچ تعجب نمی کنم، به خاطر اینکه همیشه این برنامه از طرف آمریکا انجام میشده و در مهمان پذیری به اصطلاح مقام نسبتاً والایی داشته. در رابطه با اینکه شما الان این سوال می‌فرمایید که در گزارش اخیر به این صورت مطرح شده، خب معید اراذی خودم باید عرض بکنم که آمریکا هیچ باعث تعجب نیست، این کار رو داره ادامه میده، ولی خب امروزه برنامه پناهندگی رو یه مقدار زیر ذره بین داره میذاره. یعنی از 2001 به بعد آمریکا برنامه 9/11 یا به اصطلاح سپتامبر، آره سپتامبر به اصطلاح 11/2001 به بعد، آمریکا در یک شرایطی قرار گرفت که با هر اسم محمد، حسن، فاطمه، هر اسم شباهت به این صورت به شک و تردید، نه در مورد ایرانی ها، به طور کل از جامعه اسلامی که الان خودش متقاعد شده که اینها به اصطلاح این برنامه رو پایه‌گذارش بودن، با یک شک بسیار غلیظی داره نگاه میکنه به اصطلاح، و دیگر به سادگی متقاعد نمیشه که افرادی که تقاضای پناهندگی میکنن، به خصوص که اخیراً برای آمریکا ثابت شده که افرادی از طرف جمهوری اسلامی که جزء برنامه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن کار میکنن، اینها به بهانه‌های مختلف به خاطر اینکه رای پیدا کنن در داخل ایران و گرین کارت خودشون رو از این طریق بگیرن و بعد به اهداف خودشون برسن، یه چنین افراد خیلی زیادی، حتی تعداد معدودم نیست، به اینا ثابت شده که آمدن امریکا اولش بود، کانادا کشور همسایه و دیگر کشورها دارن به اصطلاح حرکت میکنن که به این ترتیب بتونن به اصطلاح اون اهداف مزورانه خود جمهوری اسلامی رو در اونجا پیاده کنن. بر اساس صحبتایی که شما دارید میکنید، من اینجوری استنباط میکنم که درخواستا زیاده اما پذیرش به این راحتی ها نیست. بسیار. شرایط پذیرش چی هستش؟ شرایط پذیرش همونجوری که این جوان نازنین روزنامه‌نگار اشاره کرد، شکی نیست در امریکا که کسانی که تقاضای پناهندگی میکنن، که ما اینجا میگیم پولیتیکال اسایلم، در اونجا میگیم رفیوجی، یعنی کسانی که به اصطلاح در کشورهای همسایه این اقدامات انجام میشه، شرایط همیشه به یک صورتی، یعنی باید فرد ثابت بکنه که وقتی به کشور خودش میره به عنوان یه خاطی از نظر سیاسی، البته به عنوان یه خاطی از نظر سیاسی، این جانش در خطره. و ثابت کردن این، من یادم میاد که یه کیسی بود به اصطلاح ما داشتیم و یه مأمور وزارت خارجه در قسمت به اصطلاح پناهندگی به من مصرن میگفت که شما این جوان 17 ساله رو طوری دارید به ما معرفی میکنید که ایشون مثل که جنرال 3 ستاره زمان گذشته بوده، و به این صورت که دارید معرفی میکنید و تقاضا میکنید که ما قبول بکنیم پناهندگیشونو، این دلیل خاصش چیه؟ من در جواب این مأمور گفتم که شما اگر خیلی
دقت بکنید به مدارکی که به شما ارائه داده شده و این مدارک اینقدر مستدل تحت عنوانی که جوانی که الان ما داریم تقاضا میکنیم اجباری نداره که سناتور سابق یا در یک مقام شامخ گذشته کار بکنه. این جوان در مسجد کرمان عکس خمینی رو آورده پایین و عکس مثلا یکی از کسانی که علاقمند بود مثل مثلا رضا پهلوی رو گرفت گذاشت در این مسجد کرمان. خب متعاقبا این فرد بلا شک طبق قانون خمینی، طبق قانون 202 به اصطلاح مقررات خمینی که تدوین شده، عرضم بزرگ شما ایشون قصاص خیلی به اصطلاح بالایی رو کرده و مرگ حتمیت مرگش بلا شک خواهد بود. خب معنیش اینه که ما نوع به اصطلاح پناهندگی وقتی افراد میان تقاضا میکنن، اگر ادله‌ای که میارن متقاعد کننده نباشه برای اون آفیسری که داره شنونده هست، چه در اون قسمت کمیسر عالی به اصطلاح پناهندگی کشورهای همسایه و یا دیگر نقاط جهان و به علاوه در امریکا، اگر متقاعد کننده نباشه بلا شک این کیس رد میشه، یا اگرم رد نشه انتظار مدارک بیشتری از فرد خواهد بود. اصولا افرادی که فرار میکنن دیده شده، اینها در یک حالت به اصطلاح استراب خیلی شدید از مملکت خارج میشن و انتظارم از اینا نمیشه رفت که مدارکی رو همراه خودشون بیارن و اینها به خاطر اینکه اون مدارک همراهشون نیست خیلی مشکل خواهند داشت که بتونن متقاعد کنن تشکیلات به اصطلاح قضایی یا حقوقی یا به اصطلاح مهاجرتی اون کشور که من اگر برگردم جانم در خطره. برای همین شخصی مثل این آقای خبرنگار که همکار شما، یکی از همکاران شما به اصطلاح هستن، در ایران هستن، عرضم حضور شما خیلی قشنگ مطلب رو بیان کرد که من جرمی داشتم، جرم من به این صورت انجام شد، 10 سال از کار منو به اصطلاح محروم کردن و متعاقبا این شخص باید مجددا به زندان میره. پیشینه کارش هم مشخصه. حالا سوال من اینجا از شما این هستش که تنها و تنها دلیل سیاسی باید یک نفر داشته باشه تا بتونه پناهنده بشه در آمریکا؟ شکی نیست. پناهندگی در تعریف کلیش شما باید ثابت کنید، همون که اول عرض کردم، که برگردید به کشور به اصطلاح اوریجین خودتون، کشور اصلی خودتون که به اصطلاح در اونجا متولد شدید، جانتون در خطر. خب پس این افرادی که در این سالهایی که ما حتی خودمون باشون مواجه شدیم که مذهبشون رو عوض کردن و پناهندگی در امریکا گرفتن، اونها چطوری هست؟ خب اینایی که شرایط پناهندگی، خب شکی نیست که از A to Z، یعنی به اصطلاح بسته به اینه که شما در چه کاتگوری قرار بگیرید و خودتون رو میخواید چی جوری به اصطلاح معرفی کنید. بله. برای کیستون در این صورت مسئله شما مذهبی رو اشاره کردید. خب در تغییر مذهب برای افرادی که تقاضای پناهندگی میکنن، اگر در کشور ترکیه حتی باشه یا کشور عربستان حتی باشه که مسلمان به اصطلاح یه مقدار ارتودکستر هستن و مثل شباهت به مسلمان حالا شیعه یا سنی ایران، و شما در اونجا هیچ وقت نیامده قوانینی که از قوانین به اصطلاح مدنی به اصطلاح اسلام که اگر شما دینتون رو عوض کنید شما کافر حربی هستید و نه جانتون در خطر، متعاقبا سریعا شما به اصطلاح باید سرتون بریده بشه. خب این شدائد و معضلاتی که برای جامعه ایرانی به وجود اومده طبق قانون 202 به اصطلاح خمینی، این کار رو به صورت خیلی تصریح داره میکنه، خیلی راحت داره، آره، مشخص داره میکنه، میگه کسی که دین خودش رو عوض میکنه از دین اسلام به هر دینی، این کافر حربی است و متعاقبا بایستی تنبیهش مرگه، یعنی جای هیچ نوع مسامحه و هیچ نوع به اصطلاح تنبیه دیگری براش ما قائل نیستیم. در این صورت افرادی که میان به این به اصطلاح مطالب خودشون رو درگیر میکنن برای پناهندگی، خب یه مقدار تهیه مدارکشون به نسبه از کسانی که میان از ایران بیرون و به اون حالت استراب مدرکی ندارن خیلی بهتر خواهد بود. چرا؟ برای که این افراد دیگه احتیاج ندارن که کسانی نامه بمیسن، سهه بذارن که من وزیر سابق یا من مقام شامخ گذشته ایران تایید میکنم که این شخص اگه برگرده جانش در خطره. یه مقدار کارهای اینا تسهیلاتی به وجود میاد در رابطه با این برنامه، چون در اینجا وقتی این کاری میکنه کشیش ها و
مراکز مذهبی هستن که این نامه ها رو به اصطلاح میگیرن پرزنت میکنن اما... و کارشون راحت تر. بله ولی الان من یه مثالی دارم روی خط هست سارا که الان 9 سال تو قبرس من میخوام خودش یه مقدار بیشتر در مورد مسئله‌اش صحبت کنه که اتفاقا موضوعش هم همین برمیگرده به تغییر مذهب. سارا جان صدای ما رو داری؟ الو جانم. سلام خانم امیدی. سلام به روی ماهتون. سارا جان به من بگید که چند ساله در قبرس هستید و علتی که در قبرس هستید چه هست؟ البته لطف کنین خیلی سریع دیگه. ببخشید خط من خرابه خانم امیدی، خوب شنیده نمیشه صدا. صدای شما رو ما ندارین؟ صدای منو شما ندارین؟ صدای شما دارم ولی با خشخش. شما صدای منو دارین؟ بله صدای شما خوبه. بفرمایید بگید که 9 سال الان در قبرس هستید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله صحبت کنم خانم. بله بفرمید خواهش میکنم. بفرمید. بله خانم امیدی، ما همسرم حدود 9 سال پیش به خاطری که متوجه شد که به خاطری خطری که جنش رو تهدید میکرد به خاطر تشکیل جلسات دعای کوچیک و گفتگو در خونه خودمون و خونه دوستامون تصمیم گرفتش که از ایران فرار کنه و از طریق زمینی بدون پاسپورت از مرز ترکیه عبور کرد و وارد جزیره قبرس شد. عزیزم من فقط یک دقیقه وقت دارم با شما الان صحبت بکنم. به من بگید که شما الان دینتون رو عوض کردید، 9 سال در قبرس هستید، پس چرا جواب نمیگیرید در قبرس؟ به شما چی میگن؟ ما زمانی که اومدیم توضیح دادیم برای این دولت قبرس که ما به خاطر اینکه خطر تهدید جانی تهدید میکنه همسرمو اومدیم قدرس، ولی به هیچ عنوان ما رو قبول نمی کنن، حرف ما رو فکر می کنن که ما به اینا دروغ میگیم. 9 سال ما یه خانواده مسیحی هستیم که توی این قبرس هستیم، بعد 2 سال در همین کشور قبرس مبعوث شدیم و ایمانمون رو به خداوند عیسی مسیح دادیم، ولی اینا به هیچ عنوان ما رو قبول نمی کنن. میگن که دولت ایران به ما تضمین داده که هیچ خطری تهدید نمی کنه کسایی رو که تغییر دین دادن. ما 9 سال پیش که زمانی که در ایران بودیم تهدید میکرد، خطر اینکه جان همسرم در خطر بود، ولی الان من خودم به معاون وزیر کشور 2 ماه پیش صحبت کردم، بهم گفتش که این آخرین اخطاریه که میدین که ما خونمون رو عوض کردیم به خاطر ترسی که داشتیم، گفتن که اینجوریه و خطر تهدید جانی داریم، به هیچ عنوان حتی ما رو قبول نمی کنن. بله ممنون سارا جان، ممنون و سپاسگزارم از شما. بله الان این شرایط هم هست. جواب من این خواهد بود که سارا خانم فرمودید. بله بله سارا، ایشون باید لطف بکنه مسئله همین که عرض کردم، اون ماده 202 قانون آقای خمینی رو اگر بتونه یا بخواد با من تماس بگیره، من براش اقدام خواهم کرد، کمکش خواهم کرد، و یا اینکه خودش اگر وکیلی داره به وکیلش مراجعه کنه و این ماده 202 رو که خمینی به صورت خیلی صریح در اومده گفته که شخصی که به اصطلاح تغییر دین میده، اگر ایشون از اول اگر چی بودن مسیحی بودن، به احتمال خیلی زیاد اون حرف درسته، یعنی مسئولین کشور مهماندار میتونن بگن که نه ما ادعای شما رو نمیپذیریم به خاطر اینکه خیلی از مسیحا تو مملکت دارن زندگی میکنن، حتی بهائیان که یه ذره مسامحه دارن میکنن اونها هم دارن زندگی میکنن و کاری بهشون نداره، در این صورت شما ما اعتقاد نداریم جانتون در خطره. ولی اگر همینجوری که اشاره کردن تغییر دین دادن، یعنی به هر حال باید یه نامه‌ای رو دستشون باشه، یعنی برای همین که اصلا یه ادله‌ای داشته باشن، دلیلی داشته باشن که این ادله باید خیلی واضح باشه. این نامه حالا باید چجور تهیه بشه؟ عرضم حضور شما که ایشون که این کاری کرده در ایران، نمیدونم با کدوم دفتر به اصطلاح کلیسا خودشو درگیر کرده. نه توی ایران نبوده، تا اونجایی که من میدونم. اگر در خارج از کشور این کاری کرده، باید من پیشنهاد میکنم ایشون سارا خانم عزیز باید بره به اون، تازه کارش خیلی راحت تره، باید بره به اون دفتر و اون دفتر که مسئولینی داره با حقیقت از اونا بخواد که برای این برنامه من شما حتما باید نامه رو تا الان بهشون داده باشن، برای اینکه همیشه سرتیفیکیتی میدن. ما در اینجا وقتی این کاری میکنیم یا بپتایز میکنن، میبرن به اصطلاح اون سیستم مخصوص خودشون انجام میدن، سرتیفیکیت میدن. من همیشه پیشنهاد میکنم این مراحل سرمونی رو حتی برن عکس بردارن،
چون همه اینا نشان دهنده این باشه که به همین سادگی اینها به این به اصطلاح تغییر خودشون رو درگیر نکردن. این اگر نباشه محققا ایشون گرفتاری خواهد داشت و دولت به اصطلاح مهماندار به سادگی اینها رو نمیپذیره. ببینید ما الان حدود 5 دقیقه داریم تا انتهای مصاحبه من با شما. الان شاید خیلیا باشن که اونهایی که اومدن بیرون که خودشون بهتر از من میدونن که شرایطشون چه، از شما باشون خیلی برخورد داشته تو این سالهای زیادی که داشتین همکاری میکردین باشون و کار میکردید به عنوان مشاور حقوقی. اونهایی هستن که الان توی ایرانن، شاید مشکل داشته باشن، بعد میشنون که آره خب درخواستا بالاست در آمریکا. شما به عنوان یک مشاور حقوقی چه صحبتی دارید با این افراد بکنید؟ آیا فکر میکنید که شرایط واقعا انقدر مساعد هست که این افراد بتونن پناهندگی بگیرن؟ نه، من با احترام میتونم بهتون بگم که از 2001 به بعد شرایط پناهندگی خیلی سخت شده. در گذشته ما همیشه شرایط پناهندگی رو 99% کیسای پناهندگی به دادگاه نمی رفت و در مرحله اول حل می شد. امروزه درست عکسش شده، یعنی حتی شما ما از دفاتری که به اصطلاح یک موقعیت خیلی مهم میرم دارن که من نام نمیبرم، ولی دفاتری که به هر حال نامه‌ای که تهیه میشه از اون افرادی که به اصل زیصلاح هستن، وقتی نامه تهیه میشه، در گذشته ما این نامه رو فقط میگرفتیم و ارائه میدادیم، بلا شک قبول میشد. امروزه به خاطر اینکه شک و تردید دولت امریکا به هر به خصوص مخصوصا در رابطه با ایران که اخیراً روابط بسیار بدی رو پیدا کرده از نظر سیاسی، به هیچ وجه نمیتونه اعتماد بکنه. که چون من یه مثالی قبلا بهتون عرض کرده بودم در گذشته پای تلفن، که وقتی که اینها دیدن یک فرد پاکستانی اومد تقاضای پناهندگی کرد و بعد رفت در پست آفیس اینجا مشغول کار شد، یک کار فدرال گرفت، بعد رفت در CIA میرفت اونجا به اصطلاح پست رو، نامه‌های پستی رو میداد، متعاقباً 2 تا از مامورین سیایی رو کشت و از مملکت فرار کرد و 11 ماه بعد به خاطر معاهداتی بین پاکستان و امریکا که بود اینو آوردن برگشتوندن. امریکا وقتی در یه چنین موقعیتی افرادی رو میبینه که میان اینجا تقاضای پناهندگی میکنن، در نهایت میان انتقام خودشون رو میخوان بگیرن، بلا شک در یه موقعیتی قرار گرفته که به سادگی دیگه نمیتونه متقاعد بشه پناهندگی رو قبول بکنه. به خصوص در مورد ایران حالا بیشتر شده به خاطر اینکه اصلا دیگه اعتقاد پیدا کرده خیلی از مامورین جمهوری اسلامی الان تقاضای پناهندگی میکنن، طوری هم خودشونه نشون میدن، پرونده ها اونا بهتر میتونن درست کنن در مقابل بیچارگان دیگه که اگه برن تقاضا کنن، من چند سال زندان بودم، به من نامه بدید که بهشون نخواهند داد، شکنجه شدم، عکسای من نشون بدید که به اینا نخواهند داد. اینا خودشون خیلی قشنگ به خاطر اینکه خودشون در مرکز این کارا هستن، این مدارک و این ادله رو برای خودشون انقدر به متقاعد کننده تهیه خواهند کرد که میارن نشون میدن. در این صورت اینجاست که ما الان سوء ظن اسمی پیدا کردیم. الان یکی از برنامه‌های آمریکا شباهت اسمی است، یعنی اگر یه اسمی شباهت به اسم دیگه داشته باشه، ما داریم الان کیسایی که یه خانمی میخواد سیتیزن فقط بره ورقه سرتیفیکیتش بگیره و قسم بخوره 3.5-4 سال این خانم رو هنوز میگن ما داریم چک نیم داریم، به خاطر اسمش فقط به خاطر تشبیه اسمی دارم به تو میگم. این کیسا خیلی زیاد داره میشه روز به روز. وای به حالی که شما دارید تقاضای پناهندگی میکنید، یک کسی که میخواد سیتیزن بشه، گرین کارت داره، مرحله آخر امتحان داده قبول شده، فقط میخواد بره در به اصطلاح اون برنامه سرمونی شرکت بکنه و بهش میگن که هنوز ما خانم 70 خورده سالشه. و من یادم میاد که این آقا اومد یه روز دفتر من، گفت من میخوام برم به اینا بگم، کم کم من به خانمم مشکوک شدم و شما بیایید به من، یعنی اینو به صورت شوخی رفت و اونا خیلی هم ناراحت شدن، گفتن این نو شوخی ها رو با ما نکنید، ما حق داریم اینطور نگاه بکنیم به این برنامه، یعنی تا این حد، یعنی هیچ، یعنی حتی برای اون پروسه هایی که آدمایی که واقعا ادله محکم دارن و واقعا مشکل داشته باشن، اونا اصلا، یعنی اونا هم هیچ امیدی بهش نیست. نه نه، اونا چرا، اونا رو اگر به اصطلاح کسانی باشن که در امور حقوقی وارد باشن بخوان کمکشون کنن، اگه خودشون، چون اصولا من همیشه میگم کیسای پناهندگی یه کیس کازمتیکه. یعنی چی؟ یعنی مثل یه جراح پلاستیک میمونه که وقتی میخواد چی بکنه، عمل جراحی بکنه، با دیگر جراحی‌ها فرق میکنه، باید زیبایی کیس رو طوری معرفی بکنه نسبت به دیگر کیسا. کیسایی که شما به صورت پتیشن مثلا مادر به دختر نمیدونم یا به عکس شباهت به اینا انجام میدید، یا مثلا ازدواج یا
نامزدی، اینا همه خیلی مشخص و واضح است. در پناهندگی سخت‌ترین کار اینه که شما باید یه به اصطلاح من میگم پلاستیک سرجن داشته باشید غیره، یعنی طوری بتونه اینو به اصطلاح ما میگن چی میگن بخیه بزنه این پاری شدگی لباس رو تعمیر بکنه، به اصطلاح رفو بکنه، که کار ساده ای نیست. من همیشه گفتم و خواهم گفت این مسئله خیلی مهمه. پس من باید بگم که تشکر از شما آقای محمد رضا حمزه‌پور، مشاور حقوقی یا همون پلاستیک سرجری حقوقی ها. مرسی از حضورتون در برنامه. خیلی خیلی سپاسگزارم. با من بمونید و این برنامه برای اینکه ببینیم روز شنبه چه برنامه‌ای خواهد داشت روی خط. روز دوم آوریل برابر است با 13 فروردین ماه، همزمان با سالروز تولد هانس کریستیان اندرسن، نویسنده مشهور دانمارکی، به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شده. از 44 سال پیش هر سال دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان این روز رو در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران جشن میگیره تا بر اهمیت کتاب و کتابخونی برای کودکان تاکید بگذاره. اما در ایران وقتی صحبت از ادبیات کودک و نوجوان میشه، چندین و چند نسل نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو به خاطر میارن. شنبه شب در روز جهانی کتاب کودک، برنامه روی خط هم به ادبیات کودک و میراث ارزشمندی که کانون پرورش فکری برای چند نسل به جا گذاشته خواهد پرداخت، همراه البته با خانم لیلی امیر ارجمند از پایه‌گذاران و مدیران کانون پرورش فکری که تا زمان انقلاب در کانون فعالیت داشتند. بله، شما وضعیت کتاب و ادبیات کودک در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ از کتابهای کانون چه خاطره ای دارید؟ برای کودک خودتون چه کتابهایی میخونید؟ اینها سوالات برنامه هست. اگر دوست دارید در برنامه شنبه شب ما شرکت کنید، میتونید از طریق ایمیل و یا فیسبوک برنامه با ما تماس بگیرید. پیامگیرم البته یادتون نره، وبلاگ برنامه رو هم یادتون نره. از همه شما هم سپاسگزار هستم که موضوعات برنامه رو پیگیری میکنید، همچنان با این برنامه و من و آرش بمانید. سپاسگزار از همه پیشنهاداتی که میدید. ببخشید یک چیزی رو من الان میگم وقت دارم، میتونم اینجا بهتون بگم خیلی از آدم ها هستن که تماس میگیرن و نمیتونیم تماس هاشون رو اعلام بکنیم و همینطور کامنت ها و نظراتی دارید که ما نمیتونیم بدیم، ولی سپاسگزاریم، مثلا همه رو میگیریم. بیایید در اینجا با همدیگه بنشینیم پای صحبت های آقای خرسندی. سلام، بهاران خجسته باد. دید و بازدید های نوروزی ادامه داره. در حکومت پابرهنه ها امسال میگن رونق کفش و دمپایی خواهد بود و انتخابات کاملا آزاد برای اونایی که دوست دارن پا تو کفش دیگران بکنند و دمپایی دیگران رو کشبرن. در این حال آقای احمدی نژاد مواضع خودشو شدیدن حفظ میکنه، به ویژه وقتی که با آقای رفسنجانی در یه جای قرار داره، دقیقا موازه به منافع خودش هست که چیزی رو از دست نده یا از پا نده. همینطور پرزیدنت سابق آقای خاتمی هم دقیقا موازه به مواضع خودش هست و بیش از هر چیز دیگه باید مواظب باشه که براش پاپوش ندوزن و به هر حال پات کفشش نکنند و چیزی از او مصادره نشه.
پیشرفت‌های صنعتی و علمی و تکنولوژی هم در جمهوری اسلامی رونق داشت. سال گذشته علاوه بر این که اورانیوم غنی کردن، کاره اتمی کردن، گویا در زمینه استراق سم و دستگاه‌های مربوطه پیشرفت‌های زیادی شده. شنچه این فهمید اینجا در یک دستشویی تابلو زدن که دستشویی مجهز به سیستم مدار بسته می باشد که آحاد ملت ایران لحظه به لحظه زیر نظر ولی فقیه کارشون رو انجام بدن و دستگاه شنود گذاشتن توی دستشویی ها که به هر حال هیچ صدایی رو اینها بر نمی تابند. بهاران خجسته باد.